نامه توشه؟ از روش کپی گرفتی، نگرفته باشی که دیگه این کاره نیستی. ولی حواست جمع باشی که من جلوت نشستم. زیروبم تو از برم. وقتایی که هنو یاس واسه رو کردن داری خودتو بد به بوش مردگی میزنی. تو چش حریف نگاه نمی کنی. کلتو یه ور می کنی. حد و قدفاره ای داره حتی. رو کن دست تو بچه. شروع کنم. وقتی زدی زیر میز بازی چه آسی، چه کشکی تیزی گذاشتی زیر گلوی اون بچه تو زندان. میگی بازی کن هرچی تو این موبایل نسخه اول آخر فیلمه، هیچی دیگه هم واسه رو کردن ندارم. بعد این همه سال هنوز راه رسم بازی رو یاد نگرفتی. بهت گفتم 300 میلیون رو بگی با دومش بازی نکن. حالا هم 300 رو باختی هم آسی تو انداختی. بش بده بگیر. محل جر زدن نیستم. سر حرفم میمونم. بگیر. اسمایی واسه من سوسه نیار. من چاقو به خیر دمادتون نذاشتم. از اولم بهت نقد دادم که این یارو دونب چطوره تو بازی خودش راه نمیده. بهت گفتم این 10 میلیو بگیر موبایلو بیار، ولی تو گوشت نرفت. حالا آوردی؟ خوش آوردی؟ الوعده وفا. بده من اینی برو. بگیر. بگی بشین. بشین اسمایی. این حقته بردار. الان این پسر تو زندونه، تو هم بیکاری، دستت خالیه. من درکت میکنم. برش دار. آقا تو یه چایی بده با آقا. این مشتری من خلاف ملافش سنگینه. تو سایز مایز ما نمیگم که من فقط تعجبیم این دماد تو چجوری با این بور خورده. اینا تو فیلم دارن دلار قاچاق جابجا میکنن نه؟ آره. بعد این یکی که میشناسم مشتری خودمه. اون یکی رو نمیشناسی؟ اسمش ساکته. ساکت یعنی آروم. کارخونه چرم داره الانم فراری. بعد این هشت و نشت دمادتون با این چی بوده؟ شراکتی ترکیه چرم وارد میکرد. یه بابایی هم بود راننده شون بود، اسمش فرزین. فرزین اما اون به دوماد ما هنگ زد. حتی غم بده چایی سر چی؟ ساکت آروم. گوشت راسته شده هم قیمت طلا. قشنگ میشه نخ بندازیم بندازیم گردن اون جای گردن من. ولی گوشت خوبیه. نیلوفر سر و دوم این ماهی ها رو بزن امشب کبابش کنیم. وای بابا این ترشه رو گرفتی؟ ایول اینم یه کرم ترک پا برای پوری خانم. قشنگ بزنی این بتونه ترک ها رو پر کنه صاف بشه این روز اول. چه خبره اسماعیل؟ این همه خرید واسه چی؟ کم و کسری خونه است. هاشم رو دیدی؟ چقدر دیر اومدی؟ کلی بهت زنگ زدم. چرا موبایلت رو جواب نمیدی؟ آره دیدمش. خوب بود. رفتم دیدم یه دو سه جا دیگه کار داشتم بعدش دیگه طول کشید دیر شد. اسماعیل حرف بزن. چرا رفتی پیش هاشم؟ هاشم چی بهت گفت؟ اینا رو به کدوم پول خریدی؟ هاشم؟ خیلی حال احوال کرد، سلام حال احوال کرد، خوب بود، سلام رسون، سفارش همتونم کرد، مخصوصا گفت هوای نغمه رو داشته باشم، نظرم آب تو دلش تکون بخوره، طفلی حواسش هست، تو حبسم حواسش هست. هاشم خواست ببیند اینا رو بهت بگه؟ نه، همه اینا رو که گفت، یه حال احوال کرد، بعد یه 10 میلیون هم یکی طلب داشت، به من گفتش که چیز کنم، برم وصول کنم و خرج خونه کنم، میگم دیگه طفلی اینا رو باته چی به تو گفت؟ پا به کی میگفت؟ به سهراب.
سهراب مرد این خونه است؟ سهراب داداش نغمه است؟ سهراب اینجا چی کاره است؟ تو این خونه زندگی میکنه؟ اسماعیل منظور نیلفرینه که منظور همه تون روشنه آبجی، منظور همه تون روشنه. باورم ندارین دیگه، با چه پولی رفتم اینا رو خریدم واسه زن و بچه و مادرم؟ با پول حروم؟ هیچکی تو این خونه واسه من ترم خورد نمیکنه، برای حرفم هیچکی ارزش قائل نمیه، حتی این بچه. اسماعیل بی خودی شلوغش نکن، هیچکی بهت بی احترامی نکرد. دیگه بی احترامی یعنی چی پوری خانم؟ یعنی چی؟ این سوالا، این نگاه معنیش چیه؟ چرا هاشم به تو اعتماد کرده؟ واسه چی طلبشو گفته تو بری وصول کنی؟ واسه چی؟ چه بدبختم من بابا. اون هاشم برید زنگ بزنید خودتون بپرسین دیگه، باور ندارین برید خودتون زنگ بزنید بپرسین. این چه خفتیه به من میدین؟ هاشم حرفمو قبول داره، زن و بچه هم ندارم. همین دیگه حقم داریم، مردی که بیکار باشه، درآمد نداشته باشه، پول نیاره تو خونه، چشو زن و بچهش میفته دیگه.
بفهمی سهراب الیاسی؟ بله خودم. این نامه برای شماست. بی زحمت اینجا هم امضا کن. چی هستی؟ نامه دادگاه است. اینجا رو؟ بله اینجا رو. بفهم. خیلی ممنون. آقای سهراب الیاسی، شما شریک آقای عموزاده هستید؟ بله هم شریکش هم هم رفیقش. هاشم جای برادر منه، یعنی برادرم منو نزدیکتره. از بچگی با هم بزرگ شدید؟ بله تو خونه الیاسی، اسم پرورشگاه همونه. من و هاشم همه زندگیمون با هم بودیم، هیچوقت هم جدا نشدیم مگه دو سه بار که اونم دو سه روز بیشتر طول نکشیده. البته این مدت زمان بازداشت و زندانش رو حساب نکردم. پس باید زیر و بم زندگی رفیقتو خوب بدونی. بهتر از هر کس دیگه. منصور افشار رو میشناسی؟ بله، یعنی نه نمیشناسم ایشونو. اسمشونو برای اول بار از آقای ساکت شنیدم توی تماسی که بعد از فرارشون با ایشون داشتم. چطور با آقای ساکت آشنا شدی؟ من اول برای پدر ایشون کار میکردم، آقای ساکت بزرگ. البته آقای ساکت مثل پدرشون نبودن، ایشون نظم و قاعده خاصی تو کارشون نداشتن. پیشنهاد وارد کردن مواد اولیه رو آقای ساکت بهمون داد. شک نکردین چرا به شما که تازه کار و بی تجربه این؟ من فکر میکنم دلیل اعتماد ایشون به ما آشنایی با آقای خاکپوره. من آقای ساکت رو به این بچه ها معرفی کردم، دنبال یه کارگاه تولید یراق بودن برای محصولاتشون. چرا کسی که تو کار واردات چرمه باید مواد اولیه کارگاه تراشکاری رو وارد کنه؟ گفت تو آلمان یه آشنا داره تو دوسلدورف، رئیس یه شرکت تولید کننده مواد اولیه خام. من اولش مخالف بودم، ما هیچ چی از این کار نمیدونستیم. سودش حرف نداشت، همه چی رو روال بود، حساب کتابای کارگاه مشکلی نداشت. شما به این سود زیاد شک نکردین؟ آقای ساکت مواد اولیه رو بی واسطه از شرکت آلمانی وارد میکردن، شرکت راین متال. بدون واسطه ارزون تر دارن. من تو دم دستگاه ساکت فقط یه راننده ساده بودم. هاشم به من نگفته بود که رفته بودن تو کار واردات چرم. منم وقتی فهمیدم جا خوردم. بعدم فهمیدم که پیشنهاد آقای ساکت بود. به پیشنهاد داد چرم وارد کنیم. ما چرم تو ازمیر بارگیری میکردیم. بدون هیچ مشکل. ساکت برام کارت بازرگانی گرفت که به نام من چرم وارد کنه. وقتی میرسیدیم کارخونه کامیونو میذاشتیم واسه تخلیه بار. میرفتیم فردا صبحش میومدیم تحویل میدادیم. به چی باید شک میکردم؟ دو برابر یه راننده معمولی حقوق میگرفتی. خب دو برابرم کار میکردم. من هیچ اطلاعی از واردات چرم از ترکیه نداشتم. سود واردات چرم از واردات مواد اولیه کاروان بهتره. کارخونه داشت ورشکست میشد. صدای طلبکارا در اومده. من از وضعیت مالی ساکت بیخبر بودم. چند باری هم که رفتم کارخونهش همه چی مرتب بود. اونو سر موقع پرداخت کردم. من از کجا باید میدونستم تو محموله‌ای که با کارت بازرگانی من دارم وارد میکنن دلار قاچاق جاساز شده. من هیچ وقت متوجه چیز غیر عادی توی بارم نشدم. جاساز دلارا کجا بود؟ اینو دیگه بعد از همکارتون بپرسید. مگه تو اونجا نبودی؟ توی محفظه بین اتاق کشاسی. منصور افشار؟ میشه یه بار دیگه عکسشونو ببینم؟ نه هیچ وقت آقای ساکت و امره منصور ندیدم. نه نمیشناسمشون، تا به حال ندیدمشون. ساکت هیچ وقت اسمی از افشار جلوی شما نیومد؟ یادم نمیاد. من این آدمو اصلا تو عمرم ندیدم. هیچ وقت با هم حرف نزدین؟ تلفنی، اینترنتی؟ بخیر. هاشم چی؟ هاشم عموزاده رو میشناسی؟ اما آقای ساکت خوب شما رو میشناسه. طرف صاحب یه برند معروفه. هر دفعه از یه راهی دلارای قاچاقو وارد میکنه. قد نکنید. تو رو خدا قد نکنید. فقط یه اسم بگین. افشار. اسمش افشاره. من نمیدونم این آقا برای چی اسم من آورده. تو دوسلدورف آشنا داری؟ دوسلدورف؟ شرکت رای متال که دیگه میشناسی. دری ازمی رو چی؟ نمیشناسم. خب حال از ترکیه یا آلمان جنسی رو وارد کشور نکردی؟ نه آج آقا، ما وارداتمون فقط از کره و چینه. پرویز اسفندیاری 19 ساله که صرافی دارم، 8-9 ساله که با آقای افشار دارم کار میکنم. آدم مطمئنی بود مشکلی باش نداشت. از آقای افشار ریال میگرفتم برای یه شرکت کره‌ای توی گوانجو،
دلار حواله میکرد. من با اسفندیاری در تماس نبودم. منتظمی با آش ارتباط مستقیم داشت. حسابدار شرکت. روال کاری ما چنج ریال به دلار. تا اینکه یه بار آقای منتظمی تماس گرفت و گفت این بار میخوام به جای ریال دلار براتون بفرستم حواله کنید. منم به خاطر اینکه مطمئن بشم با آقای افشار تماس گرفتم. به من زنگ زد، منم تایید کردم. من از کجا باید میفهمیدم که دلارا بی پشتوانه؟ چرا دلار؟ برای اینکه شرکت کره‌ای تصمیم گرفت برای تجهیز فروشگاهامون یه افزایش تعداد نمایندگی یه مقدار سرمایه بهمون بده. این سرمایه گذاری طبعا به دلار بود. خب یعنی بهمون دلار میدادن. چرا شما دوباره دلارا رو برای کره‌ای حواله میکردید؟ ما دلارا رو از کره‌ای میگرفتیم تو حساب شرکت خودمون میخوابوندیم، ولی برای تأسیس فروشگاهمون یا تأسیس نمایندگی جدید از حساب شرکت خودمون هزینه می‌کردیم. اینجوری دلارها پیش خودمون بود. کارمزد چنج دلار به ریال هم به صرف نمی‌دادیم. اگه هم قیمت دلار می‌رفت بالا خب سود خوبی داشت. از آخرم برای خرید لوازم خانگی دلارایی که خود کره‌ای گرفته بودیم برای خودشون حواله می‌کردیم. ولی شما به جای دلار کره‌ای دلارای قاچاق وارد چرخه کاریتون می‌کردید. من شکار نکردم. دروغ میگی. شما با همکاری ساکت تو محموله مواد اولیه کارخونه که از آلمان وارد میکردید و محموله چرمی که از ترکیه وارد میکردید دلار بی پشتوانه قاچاق میکردید. بعدم دلارهای قاچاق رو واسه خرید لوازم خونگی حواله میکردید به حساب کره یا تا به این ترتیب از خودتون هیچ رد و نشونی باقی نگذارید. من ساکتو نمیشناسم. بغیر از لوازم خانگی هم چیزی وارد مملکت نکرد. شما چند لایه پوششی برای خودتون طراحی کردید. داریوش ساکت و هاشم عموزاده. قاچاق دلار از طریق مواد خام و چرم. کی به شما شک میکرد؟ یه تاجر معتبر لوازم خانگی. چه قربانی بهتر از یه جوونک بلند پرواز مثل هاشم؟ چه تومه‌ای بهتر از یه کارخونه دار ورشکسته مثل ساکت؟ ساکت ورشکسته رو تطمیع کردید تا یه قربانی مناسب برای شما پیدا بکنه. اینطور شد که هاشم عموزاده رو وارد بازی خودتون کردید. منتظمی حسابدارم که کلن با هاتون همراه بود، اما یه جای کار رو اشتباه کردید. شما اونا رو میخواستید که سپر بلای شما باشه، اما اونا پیشدستی کردن و ساکت و منتظمی فرار کرد و شما رو تو مرکز سیبل تنها گذاشتم. راستی پولاتون رو کجا سرمایه گذاری کردید؟ برج العرب، شیخ نشینای امارات، هتل جمیرا یا کازینوهای بالکان؟ تو چند قدمی چوبه دار هستی، هیچ راه فراری نداری. اگه همکاری کنی شاید تو مجازاتت تخفیف قائل بشی. دادگاه بگه گناهکاره حکمش چیه سهراب؟ مگه سهراب قاضیه مامان جان؟ مجرم اصلی رو گرفتن، جای نگرانی نیست. جواب ظفر رو بهم نده. اگه جرمش ثابت بشه بین 15 تا 20 سال حبس. ظفر که گفت 2 تا 5 سال. مثلا وقتی که قاچاق سازمان یافته نباشه. لا اله الا الله. 20 سال؟ اگه یارو گردن نگرفت چی؟ اگه همه چی افتاد گردن هاشم اگه... ای بابا، نقبه تو شمکی میکنی؟ تبر گردن اینا رو نمیزنه مامان من.
حتما پول داده شاهد خریده، مدرک درست کرده. این راحتیام نیست، نقم مدرک دارم علیهش. پرونده داره تو دادسرا. اگه مدرکی علیهش نداشتم بعد بازجویی ولش می‌کردم. امروز معلوم میشه واسه هاشم پاپوش دوختم. من این آقا اسمه. آره. زفر کن. زفر. بیا. برو بالا با تو کار دارم. نمیدونم چرا این دفعه اینقدر این دادگاه استراب دارم. نه این ماجدی نیست. خودشه. اینا اینجا چی کار میکنم؟ واسه هاشم اومدن؟ نمیدونم. چرا با هم؟ چه نسبتی با هم دارم؟ شاید پرونده مشترک دارم. سلام علیکم. با پسر محلقا چی کار کردی ها؟ زنده هست؟ کجاست؟ من از کجا بدونم؟ اگه بری این تو بگی دنبال یه بچه شیش انگشتی میگردی میگیرم. فکر میکنم مادرشی. مادری هم که بچه‌شو بذاره سر راه مجرمه. میدونی که ما امروز مهمون داریم، تشریف آوردن اینجا، میخوان با شما صحبت بکنم. خانم اگه میشه ما دو دست میخوام. هاشم آقا واسه خودم سهراب میخوام. سهراب برادرته؟ نه خانم، دوستمه. چرا این آقا سهراب خودش هیچی نمیگه؟ نکنه از لباسای ما خوشش نیومده؟ نه خانم، اگه ما به فکرش نباشیم هیچی واسه خودش نمیخره. سایزه چیه؟ خانم سایزش هم بلد نیست، اونم ما میگه. فقط باید خیال منو جمع کنه که منصور از قضیه با خبر نمیشه. میرو رفتم پیش بچه‌م. پیداش کردم، قبرشو پیدا کردم. چند ماهش بوده مرده، بعد چند ماه زندگی کرده، بی کس و غریب. یعنی منصور به خاطر بچهش تو رو میبخشه که بچه تویی. ببخشید مزاحمتون شدم. اختیار داری راحت پیدا کردی؟ بله خیلی سرباز بود، بفرمایید. دست شما درد نکنه، زحمت کشیدی. چطوری آقا سهراب؟ سلام. من یادته؟ از زندگی جدیدت راضی؟ بله. مهربونه؟ بله. خونتون رو دوست داری؟ دیگه سر وقتی سهراب نرفته که دیگه منو میخواد چیکار؟ با اینکه اون خانواده رو پیدا کرده، مامانش هم خیلی ماهه. خدا رو شکر عاقبت خیر شد. من یه تشکر مفصل بهت بدهکارم بابت سلامتی سهراب. تو اگه نبودی من از پسش بر نمی اومدم. مهم نیست اون پول از جیب کی رفته، تو باعث وانش بودی. تو دینتو با اون بچه ادا کردیم. اینو حساب تو ما هم صافه. حساب تو صافه. خوش بالت که میتونی عذاب وجدان نداشته باشی. تا اگه از این سهرا با پرداخت میکردی منصور نمیفهمید؟ نمیگفت این همه پولو کجا هزینه کردی؟ مینا خودت هم میدونی تو زندگی سهرا با نجات دادی. تو بودی که نگرانش بود. شاهرخ میخوام بهم قول بدی که بازم توی مدتی که نیستم هواشو داشته باشی. بهم قول بده. آره قربونت برم. قول میده. فقط باید خیال منو جمع کنی که منصور از قضیه با خبر نمیشه. خیر باشه جناب مجدی. از این طرف ها
اتفاقا منم میخواستم این سوال از شما بپرسم. ما که میدونید خیلی عیالواری برای یکی از بچه هامونم گرفتاری پیش اومده، اومدیم ببینیم چیکار میشه برش کرد. کمک همم برمیاد. شما همیشه کمک هایی الان هم که جمع خیرین جمع موشون بایزیزم. پس من میرم دنبال کارا. شاهرخ ببینم اونه کی هم ماما؟ مامان جا برو بر من یک کم آب بیار. سهراب اینجا چی کار میکنه؟ اگه نشیده خودش گفت اینجا پرونده دارم همزمان با پرونده منصور. سهراب برای چی اومده؟ شناختیش؟ این افشاره متهم اصلی پرونده. اینه؟ آقا اینجا چه خبر؟ اینه چرا همه شون مهمه؟ چطور مگه؟ میشناسیشون؟ هاشم رو بردن. هوای شهر